تحمل. اما خانم دکتر مهران ملکی با ما هستن، خانم الایکس. خانم ملکی در کالیفرنیا، با درود به شما. درود بر شما آقای چالنگی و همطور خانم ایکس و همه هممیهنانم. خانم ملکی، اگه در زمینه نمیدونم صحبت‌های خانم ایکس رو شنیدید یا خیر، اگر نه من یک پرسشی از شما دارم. ببینید، قوانین تازه‌ای در ایران به اجرا در بیاد. این قانون بر چه اساسی هست؟ مورد بحث ما نیست فعلا. پوشش زمستانی، محرومیت های تازه شاید بشه اسمش گذاشت، یعنی نظام دینی ایران باز هم حمله تازه ای رو به زنان و دختران ایرانی آغاز کرده در آغاز فصل زمستان، و اینکه حتی چکمه پوشیدن جرم شده در یک کشوری مثل ایران. این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ نشونه قدرتمندی یک نظامه؟ نشوندنده ضعف یک نظامه؟ یا وحشت یک نظام به گفته خانم هیکس؟ از نظر من نشوندنده، در ابتدا بگم، استبداد یک نظام هستش. و هر روز هم اینها متاسفانه قوانین جدیدی تصفیق میکنن برای فشار آوردن به خانوم ها. حالا همطور که شما فرمودید، در آغاز فصل زمستان چکمه پوشیدن و دوباره لباس‌های تنگ و هم روسری رو گفتن ممنوع، استفاده از لوازم آرایش گفتن خلاف شرع اسلام ممنوع. و حالا گفتم لوازم آرایش، یه مطلبی رو اینجا عنوان کنم که آرایش کردن خانم ها در فرهنگ مملکت ما یه چیزه، یعنی امر جدیدی نیست که اخیراً، یعنی یا در این 50-60 سال اخیر مد شده باشه. از گذشته های دور، حتی در عصر صفوی و عصر قاجار که معممین از قدرت فوق تصوری برخوردار بودن، متولیان مذهبی و همکاری تنگاتنگ و نزدیکی با حکومت های وقت داشتن، که هر زمان هم قدرت معممین زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه، در نتیجه اختناق و خفقان زیادتر از همیشه است، به ویژه فشار و ظلم و جور بر خانوم ها بیشتر میره. اما حتی در این دو عصر هم در زیر اون چادر و چاخچور خانوم ها آرایش میکنن، همین سرمه و وسمه و سرخاب و سفیداب از وسایل آرایش قدیمیه که خانوم ها استفاده میکنن. به هر حال از اپریل گذشته ما میبینیم که فشار رژیم شدت عمل بیشتری به خودش گرفته نسبت به خانوم ها. حالا یا به بهانه پوشیدن لباس های مد روز اینها رو میگیرن و به اتهام به خطر انداختن امنیت اجتماعی دستگیرشون میکنن، به وضع بسیار خشونتباری و واقعا فجیع و وحشیانه. من فکر میکنم این زن ستیزی از همون تفکرات مذهبی نشأت میگیره، برای اینکه معممین واقعا یا قشریون مذهبی اینها زن رو در واقع به صورت بنده یا برده نگاه میکنن، نمیخوان که اظهار وجود بکنه. چنانچه در عصر مشروطیت زمانی که صحبت از تعلیم و تربیت خانوم ها و دار شدن مدارس دخترانه به میون اومد، چون قبل از مشروطیت تحصیل برای دختران ممنوع بود، در این زمان صحبت بود که مدارس دخترانه تأسیس بشه که به شدت معممین مخالفت کردن و در رأس همشون همین آقای شیخ فضل الله نوری که خیلی هم مورد علاقه جمهوری اسلامی قرار داره این روزها، ایشون یک سری لوایحی منتشر کردن به اسم لوایح شیخ فضل الله نوری معروف شد، که ما میبینیم متاسفانه آقای شیخ فضل الله نوری تعلیم و تربیت نسوان و تأسیس مدارس دخترانه رو، عذر میخوام، در کنار اشاعه فواحش و فاحش خانه ها قرار داده، متاسفانه، یعنی با همین لفظ یاد کرده. و امروز هم اینها بسیار ناراحتن و واقعا نمیتونن بپذیرن که با تمام فشارهایی که روی خانوم ها هستش، باز اینها در جامعه حضور فعال دارن و حضور مؤثر دارن و
نهایت کوشششون رو خواهند کرد که دوباره زنها رو به همون پستوخانه ها بفرستن. و همین اخیراً هم در ارزیابی هیئت پارلمانی اروپا از وضع حقوق بشر در ایران آمده که یک سری قوانین ضد حقوق زن در حال تصویبند، علاوه بر اون چه که بوده. بله، در باره گزارش اتحادیه اروپا حتما در ادامه برنامه سخن خواهیم گفت و با شما در میون خواهیم گذاشت، همینطور خانم هیکس. اما دکتر مهراب ملکی، عرض کنم خدمتتون، مسئله زنان مسئله دارن، عرض کنم خدمتتون کارگران مسئله دارن، به زندان فرستاده میشن برای درخواست حقوقشون، دانشجویان هم هستن. همه این جنبه ها رو کنار هم بذارید، چه منظره ای از نظر رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر در ایران به شما میده با توجه به تظاهرات اخیر دانشجویی در ایران؟ بله، در کل این رژیم خواسته ها و حقوق هیچ یک از اقشار جامعه رو نداده و نمیده. با خودش تصورش بر اینه که اگر امروز حقوق کارگران رو بده، فردا باید خواسته های دانشجویان رو بده، آموزگاران رو بده و همینطور زندانیان سیاسی رو در آخر آزاد بکنه و روزنامه رو آزاد بکنه و عاقبت باید بساطش رو جمع کنه و بره. و روی دانشجویان بیشتر فشار از این جهت که دانشجو نسل جوان، نسل پرشور، نسل نترسه، به خاطر اینکه هنوز درگیر اون گرفتاری های خانوادگی نشده، مثل همسران، همسر و فرزندان و اینها، که بخواد محتاطانه عمل بکنه. گرفتاری نیست البته، بله بفهم. والد دانشگاه شده که درس بخونه، تحصیل بکنه، که در بهبودی وضع مملکتش نقش داشته باشه، سهیم باشه، در نتیجه خودش رو مسئول میدونه. و وقتی که خرابکاری های رژیم رو میبینه و این واقعا کسب آزادی هایی که سلب آزادی هایی که میبینه میکنه و حرکاتی که میبینه این رژیم انجام میده، اعتراض میکنه. مسلما با نبود روزنامه های آزاد و احزاب آزاد، نقش اعتراضی دانشجو یک حالت جدیتری رو به خودش میگیره، مهمتر و اساسی تر میشه، چون حالا او دانشجویان در واقع صدای اعتراض مردم رو هم میهنانشون هم باید به مسئولین دولتی و سازمانهای بین المللی برسونن. در همه جای دنیا به همین ترتیب بوده. یعنی من در آلمان که زندگی میکردم، هر وقت دولت اقدامی میکرد که مردم باش مخالف بودن با این اقدام، ابتدا صدای اعتراضات از دانشگاه شنفته میشد، شنیده میشد و بعد به سایر اقشار جامعه رو میرسید و دربر میگرفت. به همین مناسبت هم بود که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ما دیدیم که این رژیم دانشگاه ها رو تعطیل کرد، چون هنوز این رژیم به قول خودشون این انقلاب جا نیفتاده بود، پا نگرفته بود، سپاه پاسداران و سپاه بسیج و نمیدونم ساواما تشکیل نشده بود، و چه بسا که اگر دانشگاه باز بود و این اعتراضات، بدون شک اعتراضات از دانشگاه شروع میشد و امکان داشت که در همون ماها یا سال نخست این رژیم از کار برکنار بشه. یعنی به خوبی دست اندرکاران این رژیم درسشون رو خوب بلد بودن. بله.